برخی از دانشجویان دانشگاه بلخ میگویند که پایان‌نامه‌های تحصیلی که در آن واژه‌های دانشگاه و دانشکده ذکر شود از سوی استادان راهنما پذیرفته نمی‌شود. دست کم 6 دانشجو گفتند که پایان‌نامه‌هایشان به خاطر داشتن واژه دانشگاه و دانشکده رد شده است. این دانشجویان که می‌خواهند هویتشان فاش نشوند می‌گویند استادان هیچ توجهی به محتوا ندارند و تنها با دیدن واژه‌های دانشگاه و دانشکده پایان‌نامه آنان را رد می‌کنند. دانشجویان افغانستان این اقدام استادان دانشگاه بلخ را فارسی ستیزی آشکار بیان کرده و میگویند اکنون فارسی زبان‌ها با نوشتن دانشگاه نزد طالبان بیگانه خطاب می‌شوند. گفتنی است پس از تسلط دوباره گروه طالبان واژه فارسی دانشگاه از تمام تابلوهای نهادهای آموزشی افغانستان حذف شده است. از برخی از ادارات دولتی نیز واژه‌های فارسی از تابلوها حذف شده است. اقداماتی که باعث شده طالبان متهم به فارسی ستیزی شوند. دانشجویان و شمار زیادی از فرهنگیان افغانستان پیش از این هم بارها به این گونه اقدام طالبان واکنش نشان داده و محکوم کرده بودند. آقای جاوید نسیمی فعال سیاسی از وین با ما همراه هستند. آقای نسیمی سلام، وقت شما بخیر. سلام آقای حسینی گرامی و از علمدارم خدمت همه بینندگان محترم شما. زنده باشید. جناب نسیمی، چرا طالبان همواره سعی کرده زبان و فرهنگ فارسی افغانستان به ویژه از نهادهای تحصیلی این کشور رو حذف کنه؟ بفرمایید. فارسی ستیزی پیشینه تاریخی دارد و کار جدیدی نیست. ما فارسی ستیزی را در دوران جمهوریت نیز دیدیم، حتی با واژه دانشگاه مخالفت میکردن و بعضی ها چنان استدلال میکردن که دانشگاه اسم خاص است و پوهنتون اسم خاص است و نباید ما پوهنتون را دانشگاه بگیم، در حالی که اگر توجه شود دانشگاه اسم خاص نیست. اگر بگیم دانشگاه کابل یا پوهنتون کابل، آنگاه میشود که بگیم کابل اسم خاص است ولی دانشگاه اسم خاص نیست. کابل را نمی شود ترجمه کرد ولی دانشگاه را می شود به پوهنتون و دانشگاه و یونیورسیتی ترجمه کرد. فارسی ستیزی در افغانستان سابقه دارد، اما دلیل فارسی ستیزی را ما ببینیم. دلیل فارسی ستیزی در افغانستان سیاسی است بیشتر تا اینکه خود زبان فارسی باشد. همه اقوام افغانستان زبان فارسی را دوست دارند و صحبت می توانند و هیچ مخالفت با خود زبان فارسی ندارند. یعنی حتی بیشترین نویسندگان افغانستان از زبان‌های گویندگان زبان‌های دیگر هستند. مثلا پشتون‌ها نویسنده زیاد داره به زبان فارسی می‌نویسند. اما دلیل ستیز با زبان فارسی این است که دلیل سیاسی است. آنها می‌خواهند ثابت کنند که افغانستان متعلق به یک زبان دیگر است و کسانی هست که زبان دیگری دارند و زبان فارسی زبان دومی است و کسانی که با واژه‌های اصیل فارسی صحبت کنند مثلا فکر می‌کنند که زبان دانشگاه و دانشکده ایرانی است و هر کس که با از کلمات استفاده کند فکر می‌کنند که آنها نوکران کشورهای بیگانه هستند و برچسب نوکر بیگانه بودن در افغانستان خیلی رایج است. ما در افغانستان همیشه مخالفان خود را نوکران و نوکران بیگانه‌وار می‌نامیم. متأسفانه در افغانستان این روار داشته و فعلا چون که قدرت در دست گویندگان یک زبان خاص هست بیشتر این دیده میشه. بله. و ما متأسفیم از کسانی که در دانشگاه ها از واژه های دانشگاه و دانشکده استفاده کردن، اونها مردود شدن. بله. جناب نسیمی، ادامه فارسی ستیزی و تلاش طالبان برای حذف فرهنگ اقوام غیر پشتون چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ پیامدها میتونه خیلی ویرانگر باشه. فاصله بین اقوام ایجاد میکنن، قدرت دشمنی در بین اقوام زیاد میشه. در آینده میتونه که جنگ های زیاد در افغانستان داشته باشه، پیشو داشته باشه.
و اگر همپذیری و باش در میان باشه، خب امکان عزیز که در افغانستان همدیگر بپذیرن و قبول کنن، امکان جنگ در آینده کمتر میشه. بله، با تشکر از آقای جاوید نسیمی که از شهر وین با ما همراه بودند.